بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلات و على رسول الله و علی آله و صحبه و مواله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بینندگان عزیز و گرامی در خدمت شما هستم از یکی دیگر از قسمت های برنامه رهنمود سنت در این قسمت با هم دیگر به برخی از ضوابط و شروط تکفیر می پردازیم که لابد یک فرد وقتی مرتکب کفر انجام عمل کفر میشه این ضوابط و این شرایط در او باشه تا بر او اطلاق کافر صورت بگیره اولا اجازه بدین که به خدمتتان قبل از این که به اصل مسئله یعنی مسئله ضوابط و شرایط بپردازم یک مقدمه کوتاهی را باز بکنم وان این که آیا هر کفری لازمش تکفیر شدن طرف مقابل هست؟ آیا به محض این که فرد عمل کفر انجام داد یا سخن کفر به زبان آورد کافر می شود یا نه در این مورد بدون شک که اگر ما منهج خوارج و معتزله را ببینیم خب کافر می شود بدون شک چون اونها حتی مرتکب گناه کبیره را کافر می دانند. من منهج مرجعه را ببینین میگن نه میگن نه اطلاقا نه یعنی بدون استثناء میگن که اگر فردی مرتکب عمل کفری شد و سخن کفری به زبان آورد کافر نمیشه چون به نزد اونها این گناه و این کفر رو در نفر صدمه وارد نمیکنه کنه مادامی که کلمه بگه لا اله الا الله محمد رسول الله اگر چی به مستلزمات این کلمه باور هم نداشته باشه ولی اهل سنت و جماعت میگن که ما این را به صورت اطلاق هم نمیگیریم که مثل که خوارج انجام میدن که هر کس کفر انجام داد بدون قید و شرط کافر گفته بشه و نه هم مثل مرجعه هست که کفر را انجام بده ولی بگه نه کافر نمیشه بلکه شروطی را و زوابطی را برای این کار گذاشته اند زوابطی برای تکفیر شدن و برای کافر خواندن طرف مقابل گذاشتند که لابد این ضوابط و این شرایط باید در فرد باشه وجود داشته باشه اولین شرطی که در حقیقت میشه گفت به صورت کلی لازم هست اینه که ثابت بشود که این عمل کفر هست این خیلی مهمه و جمع بزرگی از کسانی که در دام فتنه تکفیر افتاده اند و متاسفانه تاپه تکفیر به دستشان هست و هر کسی را که خواسته باشند میزنند اینه که به زعم و گمان خود احیانا فکر میکنند که این عمل کفره لذا بدون تفکر و بدون اندیشیدن و بدون اینکه دقت بکنند آیا واقعا ثبوت این مسئله وجود دارد یا نه یعنی واقعا کفر هست یا نیست که ما مردم را تکفیر بکنیم از همه مهمتر و در رأس همه مسائل عزیزان بزرگوار مسئله این است که اثبات بشه که این عمل کفر هست اثبات بشه که این عمل کفر هست بعد از این که این مسئله اثبات شد و به ثبوت رسید که این عمل و یا این گفته ای که فرد انجام داده جز از نواقض اسلام بوده و جز از نواقض ایمان بوده و با انجام این به نست سریح قرآن و به نست سریح سنت نبوی صلی الله علیه و سلم این عمل کفر هست و کفر گفته شده حالا که این نفر آمد انجام داد بعدا با شروطی در خود فرد به وجود می آید یک سری ضوابطی یک سری شروطی هست که باید در فرد این شروط وجود داشته باشه تا که بر او اطلاق کافر بشه پس لذا این نکته رو عزیزان دقت بکنید اول از این که باید ما بفهمیم که فرق است در میان کفر و کافر برخی ها وقتی ما میگین که این عمل کفره این گفته کفره این گفته شرکه میگن شما مردم را کفر، کافر میدانید مشرک میدانید در حالی که این گونه نیست این گونه نیست که هر کسی عمل کفر انجام داد بدون اینکه بر او شروط جمع بشه بدون اینکه واقعا این فرد زوابت تکفیر در این فرد دیده بشه و شرایط تکفیر در این شرط دیده بشه ما آن را تکفیر بکنیم میگین این عمل کفره به صورت اطلاق میگین ولی اینکه خواسته باشین فرد معینی را تکفیر بکنیم فرد مشخصی را تکفیر بکنیم که فلانی ولد فلانی کافره در این صورت ما نیاز داریم که چند شرط و چند ضابطه را با خود داشته باشیم اول از اینکه باید ثابت بشه که این عملی که این نفر این فرد مشخص و معین انجام داده کفر هست یا نیست بعد از اینکه ثابت شد و به ثبوت رسید که این عملی که انجام داده واقعا کفره و واقعا کفر اکبر که انسان را از دایره اسلام خارج میکنه و از دایره ایمان خارج میکنه حالا اینجا یک فردی که به هر حال اهلیت این موضوع را داشته باشه اهلیت تکفیر را داشته باشه اینجا مسائل را میبینه و شروط را با هم نگاه میکنه اولین شرط اینه که فردی که مرتکب کفر میشه باید عاقل و بارق باشه شرط دوم اینه که فردی که کفر میورزه کفر او انجام کفر او یا گفتن کلمه کفری که به زبان می آوره بدون جبر باشه و با اختیار انجام داده باشه و از روی قصد باشه بدون اختیار نباشه بلکه اگر بدون اختیار باشه بدون قصد باشه باز آن شده شداست و شرط سوم این که این فرد بفهمه اتمام حجت بر او شده باشه یعنی گفته شده باشه برایش علم داشته باشه که اگر این عمل را انجام بده کافر میشه این گفته را بگه کافر میشه و همچنین اینکه متعول نباشه یعنی تعویل کننده نباشه یا مجتهد به تعبیر بگین نباشه حالا اجازه بدین که به تفصیل هر کدام به خدمتتان بپردازم شرط اول گفتیم که فردی که عمل کفر انجام میده یا سخن کفر به زبان می آوره زمان ما می توانیم برایش کافر بگین که عاقل باشه و بالغ باشه یعنی عقل داشته باشه و به بل بلوغت رسیده باشه یا به سن رشد و به سن تمیز رسیده باشه و بفهمه به تعبیر آمیانه برخی از مناطق میگن دست چپ و راست خود را بفهم یعنی خیر و شر خود را بدانه ولی اگر کودک بود و به سن تمیز نرسیده بود و عقل نداشت عمل کفری انجام داد سخن کفری به زبان آورد آیا این فرد مرتد میشه؟ نه این فرد مرتد نمیشه و کافر نمیشه درسته که عمل کفر انجام داده و سخن کفر به زبان آورده چون این کودک و چون این فرد مجنون یا دیوانه هست عقل نداره چگونه ما میخواهیم بر این حکم ارتداد جاری بشه یا چگونه میخواهیم ما بر این حکم بکنیم که این فرد کافر شده و مرتد شده اجازه بدین که برخی از نصوص و برخی از اقوال ائمه بزرگوار که در این مورد هست به خدمتتان عرض بکنم اول حدیثی داریم از ام المؤمنین عائشه صدیقه رضي الله عنها که از پیامبر ما صلی الله عليه وسلم نقل ميكونانكي که پیامبر ما صلی الله عليه وسلم فرمودن رفع رفع القلم عن ثلاثه مرفول القلم يعني عن ثلاثه قلم از آنها برداشته شده یعنی آنها به تکلیف نمی رسند مکلف ان عمل کفر انجام جون اون مکلف نیست که مرتد بشه عن النائم حتى يستيقظ كسيك خواب تا زماني كي بیدار مشه وعن الصغير حتى يكبر علاه بس ما اينجاست كسي كه تا زماني بزرگ مشه هم مرفوع وعن المجنون حتى يعقل وعن ديوانه تا زماني كي عاقل بشه هوشيار بشه بفهمه او يفيق يا يعني انت بهوش بيای و متوجه بشه بیدار بشه عقل داشته باشه و شعوری برایش بیایه که بفهمه میان خیر و شر خود تمیز قائل بشه پس بنا اندوستان بزرگوار از این روایت سریح رسول الله علیه السلام کم المومنین آیشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنن که در سنن ابن ماجه این حدیث روایت شده حدیث 2041 و و علما از همین حدیث که یک اصل اساسی و اصولی را به خدمت ما و به خدمت امت اسلامی ارائه میکنه یک اصل اصولی و مشهور و آن این که میگن البلوغ و العقل شرط التکلیف بلوغ و عقل شرطی از شروط تکلیف هست یعنی اینکه تا زمان عقل و بلوغ نباشه فرد مکلف نیست این قاعده مشهور است قاعده جاری است در میان اهل اصول و علمای اسلام که العقل و البلوغ شرط و تکلیف عقل و بلوغ شرطی است از شروط تکلیف که فرد را مکلف میکنه به همین اساسه که علمای بزرگوار علمای اسلام ارتداد کودک و دیوانه را معتبر نمیدانند یعنی اینکه اگر کودک و دیوانه مرتکب عمل کفر شد بعد از اینکه ثابت شد عمل کفره و یا اینکه کلمه کفر اینها به زبان آوردند اینها مرتد نمیشن و کافر نمیشن اولا اجازه بدید که از ابن قدامه مقدسی صاحب کتاب المغنی نقل بکنم امام ابن قدامه مقدسی رحمه الله متوفای سال 120 هست دار كتاب المغني كتاب مشهور يستر فيق ان الرده لا تصح الا من عاقل ميغي ردت وارتدات صابت نمشي وصهي مگر ما کسی که عقل فاما من لا عقل له كالطفل الذي لا عقل له المجنون ومن زال عقله باغماء او نوم او مرض الى اخر فلا تصح ردته میایه میگه فلا تصح ردته ردت اینها و ارتداد این دوتا یعنی طفل و دیوانه ثابت نمیشه و صحیح نمیشه این قول امام ابن قدامه مقدسی رحمه الله در کتاب المغنی کتاب المغنی جلد نهم صفحه چهار و همچنین در کتاب رد المحتار و کتاب در المختار در فقه هنفی در باب ارتداد در این مورد صحبت میکنن شبیه همینه شبیه همینه و در اونجا هم به این نکته اشاره میشه و میشه گفت علمای اسلامی از اون روایتی که از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نقل شده و روایت شده استناد میکنن میایم قول امام ابو زکریا نووی رحمه الله امام نووی رحمه الله را در اینجا به خدمتتان میخوانم کوتاست ایشان متوفای سال 676 هستند میفرمایند که فلا تصح و ردت و سبیین ولا مجنونین و من ارتد ده ثم جن لا یقتلو فی جنونه کتاب روزت و طالبین جد ده هم صفحه 71 ایشان میگن که ارتداد سبی یعنی کودک و طفل و مجنون یعنی دیوانه ثابت نمیشه اینها مرتد گفته نمیشند حتی میگه و من ارتد ده ثم جن یک کسی در حالت هوشیاری مرتد میشه و بعد دیوانه میشه یعنی بر او جنون و دیوانگی دست میده لا یقتل فی جنونه حاکم اسلامی او را نمیکشه به خاطر ارتدادش به خاطر حکم ارتدادش چون حالا دیوانه شده برای دیوانه تکلیف برداشته میشه از طفل ب... ت... تکلیف برداشته شده چنانچه رسول الله علیه و در اون حدیث گفته بودند که رفع القلم و عن ثلاثه این شرط اول است دوستان عزیز شرط اول بعد از این که دوباره تکرار میکنم بعد از این که کفر عمل و کفر گفته ثابت شد شرط اول در فردی که مرتکب این عمل کفر شده این است که عاقل و بالغ باشه اگر عاقل و بالغ نبود عمل کفری انجام داد حرف کفری به زبان آورد این فرد کافر گفته نمیشه و نمیتونین بگین این مرتد شده شرط دوم اینه که کفر بودن این عمل و این گفته ثابته ولی این فرد از روی اجبار این عمل رو انجام میده و بدون اختیار انجام میده و قصدی در این کارش نداره مثلا ما در قرآن کریم داریم که الله سبحانه و تعالی میگه در سوره مبارکه نحل آیت 106 من كفر بالله من بعد ایمانه الا من الا من اكره و مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم قضب من الله ولهم عذاب عظيم الله سبحانه و تعالی معذور میداره کسی که بر او شد بر او شدت آورده میشه و بر او جبر آورده میشه که کلمه کفر به زبان بیاره عمل انجام بده یا الله کافر بشه الله سبحانه و تعالی میگه قلبش مطمئنه ولی اکراه شده بر او جبر شده نسبت به انجام این عمل کفر مثل که عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنهما وقتی مادرش سمیه و پدرش یاسر در جلو روش توسط ابو جهل لعین کشته میشن و شهید میشن ابو جهل میای تهدید میکنه یاسر را که عمار را که اگر تو هم مرتکب کفر نشی و پیامبر را دشنام ندی من عمل عملی که با پدر و مادر تو انجام دادم با تو انجام میدم تو رو هم میکشم عمار اینجا از رخصت شرعی استفاده میکنه و آنچه که ابو جهل از او میخواه مرتکب میشه میای میگه یا رسول الله هلاک شدم یا پیامبر هلاک شدم چیکار کردی میگه که دشنام دادم یا رسول الله شما را بدون اختیار اگر این کار را نمیکردم ابو جهل مرا میکشت رسول الله علیه و السلام میگن اشکال نداره و این آیه قرآن کریم هم اشاره به همچون موضوعاتی داره کسی که قلبش مطمئن به ایمانه ولی اکراه میشه بر او جبر میشه بر این که باید تو این حرف را بگی این کفر را مرتکب بشی در این صورت با وجودی که این فرد از روی اجبار مرتکب کفر شده و کلمه کفر به زبان آورده ما نمیتونیم را تکفیر بکنیم نمیتونیم بگین این کافر شده مرتد شده پس بناهن حکم ارتداد برو جاری بشه این آیه سوره مبارکه نحل هست آیت 106 که الله سبحانه و تعالی در این مورد اشاره میکنه و همچنین ما حدیث مشهوری داریم کسی که از روی بدون اختیار یعنی مرتکب کلمه کفر میشه کلمه کفر به زبان میاره عمل کفر انجام میده کافر نمیشه حدیثی داریم از حضرت انس رضی الله تعالی عنه که در حقیقت این حدیث در کتاب صحیح مسلم هست در این حدیث حضرت انس رضی الله تعالی از پیامبر علیه و السلام نقل میکنه از فردی که داخل یک دشت و بیابانی هست و تمام راحله و زاد و توشه خود را گم میکنه بعد این نفر همه چیز داخل دشت از پیش او گم میشه دشت بی سر و بی پا و گرمی که حالا اگر این راحله و زاد و توشش پیدا نشه از گرسنگی و توشنگی در این دشت زایی میشه و از بین میره خب این فرد میگن تکیه میکنه و میخوابه از خواب که بیدار میشه چشمار باز میکنه میبینه زاد و راهلا و همه چیزش پیشش هست از بس که خوشحال میشه از شدت خوشحالی چی میگه؟ میگه اللهم انت عبدی و انا ربک ای پروردگارا تو بنده من هستی و من خدای تو هستم نعوذ بالله ولی در همچون صورتی الله را مؤاخذه نمیکنه. الله سبحانه و تعالی او را میکنه. این حدیث در صحیح مسلم آمده حدیث شماره 2747 ادامه حدیث هم که اللهم انت عبدی و انا ربک اخطا من شدت الفرح از بس که خوشحال میشه اشتباه میکنه این موضوع را قاضی ایاز رحمه الله کتابی داره در شرح صحیح مسلم که این کتاب معروف به نام اکمال المعلم بفوائد مسلم در این کتاب که خودشان متوفای سال 544 هستن میگه که فی یعنی در این حدیث ان من قاله الانسان و من مثل هذا من دهش او ذهول غیر مؤاخذ به ان شاء الله میگه فردی که از روی شدت خوشحالی و از روی این حالتی که بر سر او از روی نافهمی که متوجه نمیشه مرتکب چون این گفته میشه و چون این حرفی میزنه غیر و بهی میگه این فرد معاخذه نمیشه مورد معاخذه قرار, نمیگیره شاء الله تعالی این رو قاضی ایاز رحمه الله در کتاب اکمال المعلم میگه که در شرح مسلم نوشته پس بنا این شرط دوم دوستان عزیز اولا باز هم میگم که دقت کنید بر این موضوع اولا اینکه باید کفر ثابت بشه که این عمل کفره حالا اینکه فرد مشخص و معین این عمل کفر را انجام داده این سخن کفر را گفته آیا کافر میشه یا نه میبینیم که اگر عاقل باشه و بالغ باشه بله اگر از روی اکراه و اجبار نباشه بلی ولی در غیر آن نمیتونیم ما به اون کافر بگیم دو شرط دیگه باقی مانده از شروط یا از ضوابط تکفیر اجازه بدین که در این قسمت از برنامه از خدمتتان رخصت بشم قسمت بعد ان شاء الله اگر الله خواست در این مورد به خدمت عزیزان به صورت تفصیل صحبت خواهم کرد ان شاء الله